هزاران درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حال خودتون و حال دلتون و حال همه عزیزانتون خوب و عالی باشه، جیباتون پر از پول باشه و از زمین و آسمونم براتون پول بباره. یه دنیا من تشکر میکنم از کامنت هایی که بر من داده بودین و میگفتین که خودت بیا جلو دوربین. دیگه معلومه دیگه، همه شما آشپزهای فوق‌العاده درجه یک هستین و فکر میکنم که منو دوست دارین که میگین من بیام جلوی دوربین. من خودم عاشق همتونم، خیلی هم دوستتون دارم. ممنون از این همه مهر و محبتتون که تو این چند وقته به من داشتین. تو این یک ساله، این دومین باریه که تقریبا از یه ماه پیش من اومدم جلوی دوربین. میدونین که بهتونم که گفته بودم جلوتر، ما این یه سالی که کار نکردیم به خاطر مریضی فلفل بودش که دیگه همینطوری دیگه ما اینو هی دکتر اینا میبردیم، به خاطر همین من نتونستم جلوی دوربین بیام. شکر خدا فلفل حالش بهتره و ما هم دیگه گفتیم کارمونو شروع کنیم. دیگه گفتم که من مدل ویدیو گرفتنمون یک کمی فرق داشته باشه، که مثل اینکه شما عزیزان میگین خودت بیاد جلو دوربین. اصلا یعنی واقعا نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم. عاشقانه همتون رو دوست دارم، خیلی خیلی دوستتون دارم، از تمام ایران و از خارج از ایران پیام بر من میدین، ممنونم. یه دنیا بازم تشکر میکنم، همتون رو میبوسم، خیلی دوستتون دارم. خیلی خوشحال میشم اگر کامنت هایی که بر من میذارین بگین که از کجای ایران، از تهران، از اصفهان، از شیراز، از خارج از ایران، کانادا، آمریکا، اروپا. خیلی خوشحال میشم که بدونم از کجاها شما برای من اینقدر پیام میدین. از هلند خیلی پیام دارم، از کانادا بسیار بسیار زیبا، خیلی یعنی خیلی زیاد است کانادا پیام دارم. خیلی از دوستامون اونجا هستن، خیلی از دوستای عزیزمون، دوستای فریبا جون که اومده بودن، فریبا جون دخترمون میگم، که اومده بودن تهران، همه با هم صحبت کردن که چرا ویدیو نمیذاری. از اینجا به همشون، به یک به یکشون سلام میرسونم، دست همگیتونم میبوسم. دیگه الان ویدیو گذاشتیم. به تمام دوستای خودم، به ساناز جون، پروین جون، دختر عموی من که اونجاست که مرتب میگه چرا ویدیو نمیفرستی، سلام میرسونم. به همه عزیزانی که در هر کجای دنیا هستن همتون رو میبوسم. بازم میگم خیلی خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. خب میکاپ منم که شما میدونین مهیار انجام میده برام. بهش گفتم مهیار بیا، خب تو هم خودت جلو دوربین انقدر منو میخوان، برای تو هم نوشتن که تو هم حتما بیای فلفلی رو نشونت بدیم. مامانم رو بیارم جلو دوربین، چشم در اولین فرصت مامانم رو میارم، فلفلم میارم. مهیارم که به خودش میگیم والا مهیار، ما تو این امسال یه 20 روزی رفتیم شمال، دیگه اونجا تا دلتون بخواد غذا خوردیم، یعنی دیگه از تنقلات و از هر چی که بگین اینا آوردن و نشستن خوردن و با اضافه وزن ما برگشتیم به تهران. حالا مهیار میگه که نه، من تا لاغر نکنم جلو دوربین نمیام. حالا مهیار خب بیا دیگه، حالا ایشالله که قشنگ وزنم اومد پایین اونجوری که دلم خواست میام جلوی بابا میپسندنت. حالا بیا دیگه. الان دیگه نری، خیلی وضعیتم بد شده. آره دیگه، شکم و میکم همه جو زده بیرون دیگه. مهیار البته من خودم هم چاق شدم، همه خانواده که رفته بودیم همه با اضافه وزن برگشتیم، ولی یه روز من خودم رو سریع جمع جو کردم، ولی مهیار رو همچنان به بخور بخورش ادامه میده. نه البته دیگه رفتم تو رژیم. آره دیگه الان یه هفته است، یه هفته است رفته رژیم دیگه، میگه اصلا تا دیگه وزنم کم نشه دیگه اصلا دیگه نمیخوام خودم به کسی نشون بدم. دیگه خب باشه دیگه، دیگه همینه دیگه، سالی یه بار عید نوروز و همه خانواده ها دور هم جمع میشن دیگه، میشینیم میخوریم دیگه، بعد بیام جوابشم پس بدیم. حالا بریم سر آشپزی امروزمون که یه کیک کشمشی میخوام درست کنم، که این کیک کشمشی رو مادر بزرگ من فوق العاده خوشمزه درست میکرد. البته ما به مادر بزرگمون میگفتیم مادر جون، خدا همه رفتگان رو بیامرزه، روحشون شاد باشه. مادر بزرگ منم یه
چند سالیه، خیلی 30 سالیه که فوت شدن و این کیکو به روش خودشون دیگه اندازه‌گیری اینا هم نداشتن، همه رو قاطی میکرده و توی قابلمه رو همون چراغ والورا برای خودش درست میکردش، فوق‌العاده خوشمزه میشدش. حالا دیگه منم از همون دستور متعاد دیگه با اندازه ها خدمت شما نشون میدم که با هم دیگه این کیک خوشمزه که نوستالژی هم هستش، مال مادر بزرگ منم هستش، درست کنیم. البته این کیک کشمش رو انواع اقسام مختلف داره، خیلی ها مدلی که مادر بزرگ خودشون داشتن، یکی میگه من عمم اینطوری درست کرده. خلاصه ترج کیک کشمشی که ما خوردیم عالیه. این کیک کشمشی هم میتونیم هم برای صبحونه استفاده کنیم، هم برای عصرونه استفاده کنیم، هر موقع که دلمون خواست میتونیم از این کیک خوشمزه بخوریم و لذتشو ببریم. خب حالا بریم سر مواد اولیمون. فلفل هم قهر کرده تا میبینه که ما داریم آشپزی میکنیم، یه کمی توجهمون از رو فلفل کم شده، میره زیر کابینت قایم میشه و قرقر میکنه. حالا اگر یه وقت صدای قرقری میشنوین شما، صدای فلفله. یه لحظه نشون بدم فلفل رو کجا رفته؟ فلفل بیا بیرون، فلفل بیا. خب کره به دمای محیط رسیده داریم که من اونو میریزم تو ظرفمون. مثل که رفت سر جاش فلفل. و کرمونو یه 3-4 دقیقه خوب مخلوط میکنیم. شکر داریم که شکرمونم اضافه میکنیم و شکرمونم 2-3 دقیقه میزنیم که خوب نرم بشه. تخم مرغ داریم که تخم مرغمون رو اضافه میکنیم. 2 تا تخم مرغ درشت کافیه، اگه تخم مرغاتون ریز بود که باید 3 تاش بکنه. وانیل داریم، وانیل هم اضافه میکنیم، دوباره کمی میزنیمش. خب خامه ترش یا ماست ترش فرقی نمیکنه، هر کدومو داشتیم اضافه میکنیم. من خامه ترش رفتم از مغازه بگیرم نبود، ماستو از قبل داشتم، گذاشته بودم که ترش شده کمی بیرون، حالا دیگه ماستمون اضافه میکنیم. بیکینگ پودر داریم که بیکینگ پودرمون رو به آردمون اضافه میکنیم. من یه قاشق بیارم. کشمش داریم که میخواییم بریزیم تو کیکمون، یه کمی از همین آردمون به کشمشمون اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم که تهنشین نشه. یک کوچولو دیگه بریزم. خیلی خب حالا آردمون رو علک میکنیم. و در 2 مرحله به موادمون اضافه میکنیم. او آرد منم ریخ بیرون.
کشمش هم اضافه میکنیم. تمام مواد رو با هم مخلوط میکنیم. خب این آره دیگه، مامانم هم یه دوتا قناری داره، یه چند روزی مامانم اینجا پیش ما بودش، گفت قناریارم با خودش آورده اینجا. حالا اگه این صدا رو میشنوین، صدای قناریای مامانمه که گذاشته اینجا و فعلا امروز رفته دوباره برمیگرده. فرم من روشن میکنم از یه رو به قبل روی 180 درجه سانتیگراد تا فرمون گرم بشه، بعد کیکمون رو میذاریم توی فر. حالا شما به این کیکتون هر چی که دلتون بخواد میتونین اضافه بکنین، میتونین دارچین اضافه بکنین، مغز گردو اضافه بکنین، میتونین یه کمی زعفرون غلیظ شده بهش اضافه کنین، میتونین پودر کاکائو اضافه کنین. خلاصه همه مدل با این کیک میتونین چیز میز درست کنین به انواع اقسام مختلف و فوق العاده هم خوشمزه میشه. مادر جون چه جوری درست میکرد؟ مادر جونم اونم که همون چیزی اضافه نمیکرد. نه نه، این همین فقط کشمش اضافه میکرد. یه موقع ها اگر گردو هم موقع گردو بود، گردو هم که میافتاده، چون خونه ما باغ بوده درختی گردو هم توش داشتیم، یه موقع ها چرا گردو هم اضافه میکرد، یه موقع هم دیگه انقدر نوه ها میرفتن ازش گردو نمیدونم نخوچی و کشمش میگرفتن دیگه بیچاره نداشتش دیگه با. دیگه میگم همینطوری درست کردم. حالا من فر رو روشن کردم دیگه، میریزم تو قالب که ببرم بذارم تو فر. ته یه قالب لوف 10x18 رو چربش میکنیم. حالا اگر شما قالب بزرگتر هم دارین اشکالی نداره، یه کمی ارتفاع کیکتون کمتر میشه. تهش هم کاغذ روغنی انداختم. خب حالا کیکمون رو میریزیم توش. من گردو هم داشتم ولی یه سری تو خونه ما، مثلا من خودم دوست دارم، مهیارم دوست داره، مثلا ماندانا دوست نداره، البته کشمشش هم دوست نداره، ساده ساده دوست داره، واسه همین حالا من امروز گردو نریخته. ولی میگم با دارچین و یعنی دارچین رو جدا بزنیم، یه بار زعفرون غلیظم جدا و یه چیز دیگه هم بود، پودر کاکائو. خب روی کیکمون رو صاف میکنیم. روی کیکمون رو کاملا صاف کردم، حالا با یه چاقو یه برش عمیق وسطش میدیم. حالا میبرم میذارم توی فری که از قبل گرم شده، طبقه وسط. کشمشی ما آماده شدش، البته کیکی که گفتم که مادر جون من درست میکردش. حالا میگم من با یه کمی تغییر، البته تمام مواد همونه، حالا یه کمی اونا بدون اندازه. حالا من یه برش بزنم ببینیم در چه حال، البته هنوز خوب خنک نشده. به به، ببینیم چه بافتی داره. K
کیک بسیار خوشمزه ای هست به خاطر اون خامه ترش یا ماست ترشی که توش زدیم، بسیار پوک و عالیه، فوق العاده است. شما میتونین تو این کیک هم از پوست مرکبات مثل نارنج، پرتقال، لیمو هم استفاده کنیم، بسیار بسیار عالی میشه. یکم من امتحان کنم ببینم چه مزه ای میده. از این گل محمدی های مامانم هم توی چایمون ریختم، خیلی خوش طعم شده. ما اگر یه روزی مشکلی برامون پیش اومد، شاید زورمون نرسه که یه راهی برای اون مشکلمون پیدا کنیم، ولی قطعا با یه کمی تیزهوشی و صرف زمان میتونیم از وسطش راهی رو پیدا کنیم برای رسیدن به موفقیت و پیروزی. خب اگر از این برنامه امروز ما خوشتون اومده، لایک و سابسکرایب و کامنت و زنگوله هرم یادتون نره. تا یه برنامه دیگه، روز و روزگار بر همگیتون خوش.